بابک اسحاقی از تل‌آویو همراه ماست. آخرین ها رو از درگیری ها بین حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل از شما ابتدا بشنویم. دقایقی پیش فرماندهی شمال اسرائیل اعلام کرد که اسرائیل در شمال این کشور وارد مرحله تازه‌ای شده و در این مرحله همه گزینه ها روی میز هست، همچنین ورود زمینی به خاک لبنان. شاید اولین باری باشه که یک فرمانده ارتش اسرائیل از احتمال ورود سربازان اسرائیلی به خاک لبنان صحبت میکنه. اما به غیر از زمین، در آسمان همچنان تبادل آتش سنگین میشه گفت بین حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل، امروز هم ادامه داره. 3 نفر تا کنون گفته شده که در شمال بیروت در حمله اسرائیل به منطقه المائیسد که منطقه مسیحی نشین هستش کشته شدن، 9 نفر زخمی شدن. این خبر را وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده و رویترز هم گفته که این اولین باری هستش که به این منطقه اسرائیل حمله میکنه. هدف حمله در المائیسد محمد عامر فعال حزب الله بوده که مسئول مناطق کوه لبنان و شمال لبنان هستش. حملات اسرائیل در مناطق وسیعی از شمال و مرکز لبنان امروز هم همانطوری که گفتم ادامه داره. لبنان میگوید که تاکنون در این حملات از صبح امروز بیش از 20 نفر کشته شدند، 10 نفر زخمی شدند، بیش از 21,000 نفر به سوریه فرار کردند که اکثر اونها سوریه هایی بودند که از جنگ در سوریه به لبنان گریخته بودند، الان به خانه های خودشون باز می‌گردند. در کنار اون بیش از 30,000 نفر هم آواره در کمپ‌هایی هستند که در شمال لبنان تشکیل شده، در مدارس و در مکان‌های دیگر. در کنار اون حزب الله لبنان هم همچنان به پرتاب موشک، راکت و همچنین پهباد به سوی اسرائیل ادامه میده. دقایقی پیش بود که یک بار دیگر آژیر قطر به صدا در اومد و حملاتی در شمال اسرائیل انجام شد. در حملات امروز حزب الله چند موشک به یک کیبوتس در شمال اسرائیل و یک شهر به نام تفات، اون هم در شمال اسرائیل برخورد کرد. آتش سوزی هایی به وقوع پیوست، چند نفر هم زخمی شدند، اما هنوز از تلفات و یا زخمی های بیشتری و تعداد اونها خبری من در حقیقت در حال حاضر ندارم. منتظر هستیم ببینیم که حاصل این موشک اندازی های حزب الله چگونه بوده. اما همانطوری که چندین بار از صبح هم بیان کردیم، امروز حزب الله لبنان برای اولین بار در تاریخ اسرائیل یک موشک زمین به زمین از نوع بالیستیک به سوی اسرائیل شلیک کرد و این به سوی تل‌آویو شلیک شد. در حقیقت این موشک در آسمان شکار شد و رهگیری شد و گفته شده که هدف حمله مقر موساد در تل‌آویو بوده. بابک، یه سری گزارش‌هایی هم گویا منتشر شده در اسرائیل درباره میانجیگری جمهوری اسلامی بین روسیه و حوثی‌ها. از جزئیات این خبر کمی به ما بگو. خبر مهمی هستش بلخص برای اسرائیل، اما در کنار اون خبری نگران کننده برای تمامی جهان و آزادی رفت و آمد کشتی ها در دریای سرخ. حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی از ماه نوامبر سال گذشته حملات پهپادی و موشکی زیادی را به کشتی هایی که در کانال های کشتیرانی در دریای سرخ و خلیج عدن انجام میدن، به گفته اونها به خاطر حمایت از فلسطینی ها انجام دادن. در مقابل هم ایالات متحده و بریتانیا حملات متعددی ها به مواضع حوثی ها انجام دادن تا بتونن که جلوی این حملات به کشتی ها را بگیرن، اما تاکنون موفق نبودن. حال خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی که نام اونها را اعلام نکرد گفته که جمهوری اسلامی یک نوع میانجیگری محرمانه ای را بین روسیه و حوثی ها انجام داده تا روسیه به حوثی ها موشک های دقیقی را به انتقال بده که این موشک ها می توانند نه تنها برای اسرائیل، همانطور که گفتم، برای اصابت به کشتی های بازرگانی به صورت دقیق عمل بکنند. آنچه هستش که ایالات متحده حتما و همچنین اسرائیل اون را دنبال می کنه. متشکرم از توضیحاتت بابک اسحاقی که از تل‌آویو همراه ما بودیم.